عاملان قتل عام تهران. در برنامه قبلی هیئت مرگ تهران در جریان قتل عام 67 که احکام اعدام را امضا می‌کردند معرفی کردیم. در این برنامه مهمترین عوامل اجرایی قتل عام در زندان‌های اوین و گوهردشت را معرفی می‌کنیم. زندان گوهردشت. محمد مقیسه معروف به ناصریان، رئیس و دادیار ناظر زندان گوهردشت، به یکی از طلاب مدرسه حقانی قم بوده و از سال 1360 به عنوان بازجو و شکنجهگر در زندان اوین مشغول به کار شد. سال 1364 به عنوان دادیار ناظر زندان قزلحصار منصوب شد و از تابستان 65 با همین سمت به زندان گوهردشت رفت. در اواخر سال 65 با حفظ سمت دادیار ناظر زندان به ریاست زندان گوهردشت گماشته شد و در قتل عام 67 اصلی ترین عامل اجرایی کشتار زندانیان در زندان گوهردشت بود. او از اوایل دهه 70 با اسم مستعار ناصریان به عنوان قاضی منصوب و مشغول به کار شد. اما پس از سال 88 و زمانی که رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب بود با نام اصلی خود یعنی قاضی مقیسه مشهور شد. مقیسه هم‌اکنون در دیوان عالی کشور مشغول به کار است. حمید نوری معروف به عباسی، وی یکی از پاسداران و شکنجهگران زندان اوین بود که در گوهردشت به ناصریان پیوست و مدیر او در دادیاری ناظر زندان بود. نوری یکی از فعالترین عوامل اجرای قتل عام 67 در زندان گوهردشت بود. وی در سال 98 در سوئد دستگیر شد و پس از یک محاکمه طولانی به حبس ابد محکوم شد. تقی عادلی با نام مستعار داوود لشکری، وی در زندان اوین به عنوان یک پاسدار معمولی مشغول به کار بود. در سال 61 به زندان گوهردشت منتقل شد و پس از چند سال به سمت معاون امنیتی زندان گماشته شد. او بعد از محمد مقیسه و حمید عباسی فعالترین عامل قتل عام زندانیان در زندان گوهردشت بوده است. علاوه بر اینها پاسدارانی مانند مرتضی رویایی با نام مستعار فرج، بیات رئیس بهداری زندان، مجید تبریزی و ده‌ها پاسدار زندان گوهردشت بلا استثناء در قتل عام مشارکت فعال داشتند. زندان اوین. آخوند سید حسین مرتضوی زنجانی در ابتدای دهه 60 به بهانه کار فرهنگی در زندان اوین مشغول به کار شد. در سال 64 به ریاست زندان گوهردشت رسید و در آنجا جنایت‌های زیادی کرد. در اواخر سال 65 به ریاست زندان اوین گماشته شد و نقشی اساسی در سرکوب زندانیان سیاسی در این زندان داشت. در جریان قتل عام 67 او رئیس زندان اوین بود و اصلی ترین عامل اجرایی قتل عام بود. محمد حسین زاده، به یکی از زندانیان زمان شاه بود که پس از انقلاب در کنار محمد کچویی و لاجوردی به کار در زندان اوین مشغول شد. وی سمت‌های مختلفی در زندان اوین داشت و در جریان قتل عام 67 مدیر داخلی زندان اوین بود و نقشی فعال در کشتار زندانیان داشت. مشتبه حلوایی عسکر معروف به مشتبه حلوایی از اوباش میدان خراسان بود که بعد از انقلاب در زندان اوین مشغول به کار شد. او در ابتدا عضو گروه ضربت و جوخی اعدام اوین بود و در سال 65 به معاونت امنیتی و انتظامی زندان اوین منصوب شد. در جریان قتل عام 67 او یکی از فعالترین جلادان بود. مجید ملا جعفر معروف به مجید قدوسی از اوباش جنوب تهران که پس از انقلاب در زندان اوین مشغول به کار شد. وی در سال 61 به معاونت لاجوردی قصاب اوین منصوب شد. در سال 64 به ریاست بخشی از زندان اوین رسید. در قتل عام 67 یکی از عوامل بسیار فعال در کشتار زندانیان سیاسی بود. حسن زارع دهنوی معروف به حداد، وی از بازجوها و شکنجهگران زندان اوین بود که در سال 66 به سمت دادیار ناظر زندان اوین گماشته شد. در قتل عام 67 از فعالترین جلادان بود. او در سالهای بعد به سمت قاضی دادگاه انقلاب منصوب شد و در این سمت جنایات بیشماری مرتکب شد. وی در سال 99 بر اثر کرونا مرد. اینها عوامل و مهره‌های اصلی قتل عام 67 در زندان اوین بودند. علاوه بر اینها جلادانی مانند سید مجید زیایی، قاسم کبیری، محمد الهی، محمد صادقی، علی خزایی و ده‌ها نفر از پاسداران اوین در جنایت قتل عام مشارکت فعال داشتند.